به نام خداوند متعال. دوستان عزیز بیننده سلام بر شما، وقتتان بخیر، بارزوی سلامتی و صحتمندی برای تک تک شما عزیزان بیننده. خوشحالم که با یک دیگر از برنامه های چارسوق در خدمت شما دوستان بیننده هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنین. در این برنامه چارسوق رفتیم به سراغ سیمساری ها یا همان مغازه هایی که وسایل دست دوم رو به فروش میرسانن یا خرید و فروش میکنن. سیمساری حالا به محل گفته میشود که کالاهای دست دوم رو خرید و فروش میکنن. سیمساری نوع واسطه گری است برای خرید و فروش لوازم دست دوم منزل، محل کار و ادارات. تمام اجناسی که در سیمساری ها وجود دارد قبلا توسط افراد چی در مدت زمان کوتاه و چی در مدت زمان بلند استفاده شدند. به همین دلیل با آن مغازه فروش لوازم دست دوم نیز گفته می شود. به طور کلی هر لوازم دست دومی که قابل استفاده باشد در سیمساری ها خرید و فروش می شود. با وضعیت اقتصادی کنونی این شغل به یکی از شغل های حیاتی راه انداز تبدیل شده است. به عنوان مثال افرادی که برای ادامه تحصیل یا به خاطر مشکلات و یا حتی کار مجبورن به شهرهای دیگر بروند و مستقل زندگی کنند، مخصوصا افرادی که بعد مدت به شهر خود برمیگردند، به جای پرداخت هزینه های گزلاف برای خرید وسایل زندگی می توانند از سیمساری ها مایحتاج زندگی خود را تهیه کنند. همچنان افرادی که قصد مهاجرت دارند و نمی توانند وسایل خود را ببرند و یا افرادی که به پول احتیاج دارند، با مراجعه به سیمساری ها می توانند وسایل خود را بفروشند و پول آن را نقدان دریافت کنند. سلام بر شما، وقتتان بخیر. خدا برای ما و بیننده های عزیز معرفی کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامد هستم از شهرک خاتونن بیا. تشکر حامد جان، صحبت بکنین که چند سال میشه کاروبار سیمساری رو میکنین. کاروبار سیمساری تقریبا 3 ساله که ما تمام کار سیمساری هستیم. بله. اصلا سیمساری خودش چطور سیمساری برای شما میگن، چی معنا میده اصلا؟ سیمساری به معنی از اینکه هم جنس دست دو داخل شه، هم جنس دست نو، یعنی چیز مبل نو، تخت خواب نو داخل شه هست، به همون دلیل سیمساری میگه. بله. در سیمساری تنها مبل و تخت خواب است یا همه چیز وسایل استعمالی خانه هست؟ از ایته بگم ساز قند که از هر نوع جنس لازم خانه است، حتی یک پیاله، ظرف، کاسه، کمد، قالین، تلویزیون، همه چی است، همه چی جز سیمساری گفته میشه. بله. همه باید استفاده شده، یعنی نو هم گفتین که داخلش هست؟ نو هست، همه چیزای مبل تخت خوابه دیگه، نو ظرف و کاسه نمیای اینجی، فقط مبل و تخت خواب شما نو میارن میفروش؟ همراه همین بس همین دو جنس نو میاریم، مبل و تخت خوابه دیگه. از لوازم از خانه میخریم، بندای خدایی که خانه سودا میکنه میریم کلا سربسته میخریم، ما میاریم اینجی سودا.
بله تو دانه دانه نمیخرین سربسته قیمت میگذارین رویش؟ نه میتو خانه رو سربسته میخریم میفروشیم. ای تو شده شما خب میرین سربسته میخرین باز یکان وقت شده تاون کرده باشه؟ آها بازارهای روزه اول ما تاون بوده، تا تاون ندیم فایده نیه. نه در کل یک زمان ممکنه تخمین شما اشتباه برآمده باشه. 100% شده بازار میشه آدم گاهی وقت جنس وقت نمونه چک کنه، مثل یخچال تلویزیون اگه چک کنیم اونجا سالم میاییم سمینیم اینجا داخل سه چرخ و ضربه میبینه دیگه مونه خرابه، سمینیم خرابه هیچ کار نمیده. خب از این هم صحبت بکنین که کاروار سمساری در سالهای اخیر احتمالاً پر رونق بوده دیگه، یا امسال و پارسال در جریانی که تحولات آمده رونق گرفته احتمالاً دیگه. از نظر سیمساری دیگه مردم در این وقتا خانه فروشی خود خیلیه، به سیمساری ها کاربارش خوبه، فده خدا بعد نیه، یعنی به دولت خوبه سیمساری فایده خدا داره. از سال جدید که نوروز شروع شد نسبت به سال گذشته و سال قبلترش بیشتر شده یا کمتر؟ بیشتر شده، فروشت بیشتر شده، یعنی مردم بیشتر وسایل خانه خود میفروشن؟ بله بیشتر میفروشن. باز اونا خب میفروشن وسایل خانه خود، باز مشتری های شما در چه اندازه است؟ مشتری های شما بیشتر شده یا نه فقط فروش وسایل خانه کسایی که میفروشن برای شما، شما میخرین بیشتر شده؟ همچنین که ما در جریان همتی که ما میخریم از این طرف، از این طرف دیگه در رو کمپی میاریم در فروش هم هست، اگر قرار بشه فروش نباشه در چرخش نباشه ما هم توان خریدن نداریم، همچنین سرمایه نداریم که دوباره بخریم، یعنی توان همو چیزی که ما میخریم در صورت مشتریش هست که در رو میارن میخرن ما دوباره میریم خانه بعدی رو میخریم. بله حالا روزانه شما اگر به صورت معمولی اوسط صحبت بکنین که چند خانه را شما وسایلش را میخرین و چند دانه را میفروشین، تو آمار وجود داره یا نه؟ تا زمانی که پاسپورت توزیع نمیشده وسایل خانه خیلی کم در فروش میرسید، از اون روزی که پاسپورت ها در توزیع رسیده پاسپورت داده میشه حالا ما بهش کار ندارم، فقط همقدر ما معلومات داریم از نظر کمی که پاسپورت آمده در بازار که پاسپورت داده میشه به مردم خانه خیلی فروشه، یعنی ما در هفته که این همه سیمسار است داخل یک بکرآباد تقریبا 50 و چند دکان سیمساره، یعنی به نوبت ما اگه بخریم هفته در یک هفته ما 5 خانه میخریم 4 خانه میخریم، یک هفته است که 10 جای نگاه میکنیم بیانه میدیم هفته بعدی هم میخریم، همته به نوبت تا سرمایه مخلاش مگه سرمایه رو ما بفروشیم که باز دوباره بریم چند خانه دیگره تحت نظر خو بگیریم. به ما اندازه هم در تعداد 4 خانه 5 خانه در جریان هفته فروش داریم؟ بله به همون تعداد ما باز فروش خانم داریم فرد خود. بله. تعداد فروش از شهر بیشتر یا از اطراف؟ یعنی کسایی که وسایل خانهشان رو میفروشن از شهر بیشتر یا از اولسوالی ها و خانه هایی که در اطراف زندگی میکنن؟ ما فقط از این داخل شهر میخریم، مثلا خیلی کمه که ما طرف های جبرئیل بریم، طرف های پول پشته و رسوالی گذره بریم، ما هرچی میخریم از داخل خود نایه شهر میخریم. باز فروش شم داخل شهر میشه؟ نه باز اطرافی ها بیشتره، این حال سیمونیم از طرف رسوالی میه، از طرف سیاوشان میه، از این طرف از طرف کروخ میه میخرن، خرید فروش هست از هر ولایت دیگه هم هست، رسوالی های دیگه هم هست، میای از این منطقه هرات خریداری مونه. مسئولیت دیگری که بر عهده سمساری ها می باشد ترمیم و تعمیر برخی از اجناس دست دوم است که تا کیفیت عالی برای فروش آنها فراهم کنند. البته وسایل زیادی در سمساری ها وجود دارد که به خاطر چند خط و خش ساده در دسته وسایل دوم هستند، ولی کیفیت و کارکرد فوق العاده ای دارند. تعمیر و ترمیم این اجناس ارزش آنها را بیشتر می کند.
به این نکته توجه کنید که عتیق فروشی با سمساری فرق میکند، زیرا آنتیک فروشان افرادی هستند که اطلاعات بسیاری در مورد میراث فرهنگی و تاریخ باستانی یک کشور دارند و با ارائه اطلاعات کافی به طرفداران لوازم قدیمی و بالا بردن سطح دانش این افراد کمک میکنند. سمساری ها فقط لوازم دست دوم را میفروشند که قبلا توسط فرد دیگر استفاده شده است و فقط نقش واسط را ایفا میکنند. سمساری منبع بی‌نظیر و متنوعی از انواع وسایل و ابزار دست دوم است که می‌تواند نیازات شما را بسته به نوع وسیله‌ای که نیاز دارید برطرف کند. گاهی پیش می‌آید که افراد بودجه کامل برای خرید وسایل نو را نداشته یا نیاز دارند که در مدت کم اقدام به خرید لوازم منزل کنند. سلام بر شما، وقتتان بخیر. خود برای ما و بیننده عزیز معرفی کنید. ولی احمد از سیمسارای ولایت هرات. تشکر. های فامیلی شما چی بودن؟ نورزایی. های نورزایی، صحبت بکنین که کاروبار سیمساری روزا چگونه است؟ والله کارا دیگه اون استادی پیسه نیه، کاروبار نیه. بعضی مردم از لوازم مجبوری میفروشن، بعضی میرن مثلا تغییر تبدیل میکنن لوازم خود، نمی میکنن اینا رو عوض میکنن. حالا بعضی میگن چون از سالی که نظام تغییر کرده نزدیک به 2 سال میشه دیگه کاروبار سمساری رونق گرفته، سمساری ها تعدادشان بیشتر شده، اما شما شکایت دارین چطور؟ ما دیگه بعضی هست مثلا بگه از سابقه کاریم مثلا به وزی کس و اینا که بعضی هست لوازم خونه خور که میفروشه چی میکنن، بعضی هم مجبوری مثلا قبلا خوب بود کاروبار مثلا بودی تولادی بود، بعضی هم مثلا استفاده من هم مجبوری میفروختم، نیاز به پیسه دش میرم از این مملکت میرفتم و دیگه جمع رفتم. بله. شما سمساری که ایجاد کردین در کل وسایل خانه رو وقتی کسایی که میفروشن چه رقمی میخرین؟ جنبست میخرین؟ تکی تکی میخرین؟ جنبست هم اگه بده میخرین، تکی تکی هم بده میخرین، هر رقم کور رضایت داشته باشه. بله. اما از حد معمول قیمت هایشان خیلی پایین است ها؟ بله دیگه پایین هم هست بالا هم هست دیگه، بعض هر کی مثلا میبرن زیاده مثلا بده نیست که مثلا راوره بدم سه چهار دکان میبره که بازار به دستش بیای باز بعدن میگه بیا مثلا بیا برای اینو بازم بیا ببرم. خودشان میرن اونجا داخل خانه چک میکنین یا اونا خودشان میارن؟ اونا خود اینا میارن اینجا به داخل خونه میرن چک میکنن و اونجا میگیرن زیاده لوازم اونجا. یک گپ دیگه ایست که چون اونا مجبورن میفروشه سمساریا از این مساله استفاده نمیکنن که در حد قیمت پایین از اونا بگیرن؟ نه او تا نیه، او مثلا لوازمی که میره اما مثلا 10 نفر 15 نفر میبره، هر که مثلا قیمتش بالا باشه میده به اون، میده اون که قیمتش پایین باشه به اون نمیده. مثلا هر که اون مثلا بعضی هست نوارده مثلا ارزون میگه، بعضی که کاسب باشه به قیمتی ازش میگیره که همه بابا راضی باشه ازش. جنبست که میگیرین باز شما چقدر گاهی وقتا ممکنه ضرر هم بکنن، گاهی وقتا شاید فایده هم خیلی بکنه. بعد موقع هست 20,000 ضرر میبینین، 10,000 5,000 بعضی هست 20,000 15,000 10,000 برای ما فایده هم میکنه. حالا این سوال هم هست که چون فروش بیشتر شده و مردم یعنی وسایل خانه خود میفروشن از مجبوری به گفته شما، اما کسایی هستن که میخرن تعداد از نام زیاد است یا نه؟ اونا هم تعداد اینا زیاده، مثلا اینا که میفروشه بعضی همین لوازم که بیاریم اونا هم با هموز قردگه میاد دنبال لوازم مثلا برای جهازی چیزی میاد میبارم بازی لازم دشته باشه میبارم بخونه خود استفاده میکنن. باز داخل سمساری چیزای نو هم هست؟ نه هم هسته میارم استفاده میکنم. در کل سمساری رو شاید سمساری میگن؟ بله. چرا سمساری میگن؟ دیگه سمساری ولی عجیب چیز ایرانه دیگه، اصلی کنه فروشیه دیگه، کنه فروشی مثلا کنه فروشی بعد بگم دیگه، یعنی به لهجه ایران که بگم این سیمساری سیمساری شده. حال همه به نام سیمساری میشناسن؟ ها میشناسن. واقعا در حالی که به گفته شما مربوط به ایران میشه و چیزای را سیمساری میگن که حالا پتوی یا یگان کلاه واسکتی این چیزا رو احتمالاً سیمساری میگن. یک اتحادیه هم اونا دارن به نام اتحادیه سیمساری هرات.
سمساران هرات. یک بار ما اونجا رفتیم، ما فکر کردیم کمی موضوع است، ولی دیدیم که اونا سمساری که هدف ما بود با این سمساری خیلی متفاوت بودن. سمساری که ما مد نظر داشته موضوعی است که ما هم رایش ما صحبت میکنیم، باز از این هم صحبت بکنن که بیشتر این روزا وقتی فروش دارین، حالا از بعد احتمالاً فروش بیشتر میشه، جهاز هم میخرن، حالا جهاز گفتن میخرن، وسایل کنه میخرن. او بعد داره دنده بوده که مثلا او میگیره توانای نیه کنه برای بگیره نه فروش بگیره، یا سمساری میگیره واسه بجاز خو برای دختر خو یا پسر خو میبره استفاده میکنم دیگه میبرم. بیشتر اینا از چند سال تا چند سال مصرف شده استفاده شده؟ دیگه یک سال، دو سال، مثلا پنج سال، هر چی باشه که مثلا بعضی هست می دو ماسم استفاده میکنه دل میزنم میارم میفروشه، بعضی نه سال به سال عوض میکنم لوازم، بعضی هست پنج سال هم عوض نمیکنه دیگه تا دل رو بزنه با چیش میفروشه. حالا بعضی کشورهای همسایه ما و شما چون توانایی اقتصادیشان خوبه، هر سال حالا در نوروز یا در اعیاد دیگه ممکنه در دو عید ممکنه وسایل خانهشان یا مبلا و وسایل خانهشان تعویض کنن. در هرات ما و شما هم همچین رسمی هست یا نه؟ بله ها، همین سال نو که هست مثلا تغییر تبدیل زیاد میکنم، مثلا به همین عیدای اینا که هست، مثلا به همین ماه مبارک رمضان مثلا فرج خوب مثلا مبل و همین چیزا رو همه عوض میکنم، مثلا جدید میبارم یا همچین میکنم استفاده میکنم اینا. باز مبل خودتان میسازین یا مبل و اینچدار هم میخرین؟ هم میسازیم، هم خود ما مثلا دست دومو هم میاریم چی میکنم دیگه، به میایی دیگه باز نو هم میاریم مثلا میفروشیم هم دیگه چی میکنم. مبل اینچدار سیت هست به اصطلاح، یعنی مبل که شما میسازین و میفروشین سیتایشان حالا قیمت پایین و از قیمت پایین شروع کرده تا بلندترین قیمتشان در چی اندازه است؟ قیمت داره همون از 35000 تا 25000 است، 10000 است، 5000 است، از 4000 است دیگه، مبل تو مبل تو مبل هم است، 5000 هم مبل داره مبل جان سیمسری. بله، از 4000 گرفته تا 50-60000. 60000 هم مبل است. بله، چقدر مبلای که 50-60000 است این روزا فروخته میشه است بهشون؟ روزا نه ولا مثلا قبلا فروخته میشدن، نه اون مثلا پول نیه که مثلا بیای از این مبل اینا رو بگیرم اینا. اونایی که دستشان به جیبشان میرسه حتما در ایدا. ولی مثلا امون قلین است، جوری امون 5000 60 65000 است، 35000 است، 20000 است، 18000 است، همین چیز است دیگه. مثلا مبل اینو قلین اینا رو چیکار بخرم؟ از جمله برجسته ترین و بهترین مزیت های خرید لوازم منزل از سمساری میتوان به قیمت مناسب و مقرون به صرفه یا نشاره کرد. از آنجایی که قیمت اجناس دست دوم با نوع آنها تفاوت بسیار زیادی دارد، اکثر افراد ترجیح میدهند تا اقلام مورد نیاز خود را به صورت دست دوم تهیه کنند، چرا که دست دوم بودن این اجناس به معنای کهنه و غیر قابل استفاده بودن آنها نیست و حتی اغلب اوقات ممکن است کسی متوجه دست دوم بودن جنس کهنه و غیر قابل استفاده بودن آنها نیست و حتی اغلب اوقات ممکن است کسی متوجه دست دوم بودن جنس خریداری شده شما نشود. بنابراین با خرید سمساری می توانید وسایل مورد نیاز خود را با کیفیت مطلوب و قیمت خیلی پایین تر از جنس نو خریداری کنید. همانطور که می دانید شرایط مختلف مانند تورم، قیمت بالای مواد اولیه برای ساخت اقلام و غیره سبب شدند تا کالاهای جدیدی که تولید می شوند دیگر دوام و کیفیت مرغوب اجناس قدیمی را نداشته باشند. سلام بر شما، وقتتون بخیر. خود برای ما و بیننده عزیز معرفی داشته باشه. با نام خدا، به علی اصغر توسلی، اون یکی از دکانداران به سلجوقی 5 بکرآباد. تشکر. آقای توسلی، صحبت بکنین که
سمساری در کل چیزای نو میفروشن یا کنر هم داخلش هستن؟ البته در کل سمساری میگن کنه فروشی، چون شما دیدم میشه که چیزای نو نو هم دارن داخل سمساری خود دیگه. ما تقریبا مال نو هم داریم، مال کنه هم داریم. بله مجموعا سمسارو که از سمالا دستدور باید بفروشم و گاهی وقتی مثلا تعداد نفرها مثلا مردم زیاد میشه میرن به ایران، ما زیادتر گیر میایم مال کنه و ما وقت ماز مال نو نمیاریم. وقتی که بگیر ما کمتر میاریم، مجبور و ناچاریم مال نو هم میاریم کنار از او مال کنم میاریم. در مجموع خوبه که نو هم باشه و کنم باشه، هر دو تا مردم یک انتخاب میکنن. باز مردم بیشتر مال کنر میگیرن یا نو را؟ مردم در مجموع مال با کیفیت و ارزان را میگیرن. ایتو هر دو تا با هم جمع میای یکم با کیفیت و هم ارزان باشن؟ ایتو چیزی بهم دنیا هم پیدا نمیشه که هم کیفیت بالا باشه و هم ارزان باشه. مگر اینکه یک مال کونی باشه تقریبا در حد یک مقدار کارآمد باشه ارزان تر است، ولی مال با کیفیت بالا و ارزان قیمت یک چیز بی‌معناست. بله. حالا این روزها سمساری یا کنه فروشی یا به اصطلاح کاربار شما سمسارا چه چیزهای بیشتر فروش داره؟ معمولا همین وقتا عید و اینا که هست، نزدیک عید و اینا قالین و مبل و اینا زیاد فروش داره و بعد از او باز عید تخت خواب فروش داره، مثلا جالباز فروش داره، مردم مثلا ست و چوکی و اینا برای میگیرم. یعنی این چیزای معمولی مردم، این چیزایی که ضرورت دارم در وقت و فصلی میگیرم از ما. از اینا ممکنه شاید برای جهازم بگیرم؟ ولی او معمولا ما همی جالباس هایی که اینجاگاه داریم اینا رو برای جهاز میگیرم. تخت خواب هم داریم، ما تخت خواب هم برای جهاز میخرم از ما. بله. و بیشتر شاید چون هوا گرم شوه یخچال و نمیفهم کلر شما نمیفهم داخل سمساریتان دارین یا ندارین، از اونا بیشتر بفروش نمیرسه؟ چرا کمی که هوا گرم شه مردم باز کلر میایم میخرم، باز یخچال مثلا میایم میخرم، باز یکی سه چهار ماه بعد از او که مثلا به برج هشتون و اینا باز مردم به سمت گرما و چیزا میایم بخری میخرم برای خود خو، بخری زغال سنگ به فکر زمستون میشم، بخری گزی و همچنین بخری برقی و از اینا استفاده میکنم. مجموعا مردم در فصلی که هوا برای از اونا تأثیر گذار باشه با دنبال رفع نیازمندی همون جنس هستن. حالا از این هم صحبت داشته باشن که چیزایی که شما مثلا میفروشین، حالا چیزای نو و کهنه‌ای که هسته، نسبت به همین چیزای دستدو، نسبت به قیمتی که شما از کسایی میخرین که وسایل خانه خود به فروش میرسانند، چقدر سرشان فایده میخورند؟ خیلی یا کم؟ مجموعا هم رعایت انصاف به همون کاربگر باشه تقریبا یک مقدار کم فایده رو ما بالا میاریم، زیاد فایده نمیخوریم. و این جنس ها دستدو هم که هسته اینا هم تقریبا مثل نخل از اینا معلومه، اینا باز یک فیصدی کم فایده داره، از مال کنه کم تر فایده داره. در مجموع اوت وضع اقتصاد مردم خیلی بالا نیه که ما هرچی بگیم از ما بیایم بخرم. ما مجبور و مکلفیم، ما خودی نفرا به اینجگاه رقابت هم دیشته باشیم، مال گیران و مردم ندیم، مجتری دیگه برای پس نمیه، باید ما مال توری بفرشیم که نفر که میره باید دوبارم پس بیه بده کن و مجتری ماشه. حتما باید انصاف دیشته باشیم، هم انصاف هم رقابت هم جذب مشتری. تقریبا باید از همه عرصه گزینه باید دیشته باشیم، ما باید همچین جذب مشتری دیشته باشیم که بتونیم مشتری برای آینده جذب کنیم و همچنین باید رقابت سالم داشته باشیم و همچنین در پهلو از این انصاف باید داشته باشیم. اگر نداشته باشیم که ما رفتیم دیگه چیزی از ما نمیخره کسی، سزای گرون فروختن میگن ناخریدنه، این مشهور احتمال. بله شما در هر جایی که به شما جنس گرون بده، شما اگر بالفرض خیلی ضرور بکار داشته باشیم یک دفعه میخریم دیگه چی نمیاییم. همچنین مسئله شده در داخل بازار سمساری و این چیزا، کسایی که گران میفروخته آخرم کاربارش کساد شده و مشتری هایشان کم شده؟
یک تنها به سیمسری کلمه نیه که شما گران بفروشیم و مشتری شما اضافه شه. با تمام کسب و عالم که شما گران بفروشیم مشتری شما کم میشه. یک فرمول درسته، هر کسی که گران بفروشه، یک نفر مثلا عطر میفروشه، اگه گران بفروشه خو یک دفعه میتونه بفروشه، همیشه کنه میتونه بفروشه. و کسب ما هم باید تقریبا باید به مزنه بفروشیم جنس، یعنی همون چیزی که در بازار هست باید او رو بفروشیم. مشتری برای ما میاد 100% میاد، ما نیاز نداره که ما برد مشتری بگردیم، مشتری میاد به پیش ما. به همین خاطر برای خرید اجناس نو مجبورین تا پول بیشتری در ازای کیفیت کمتر پرداخت کنید، در حالی که با خرید اجناس دست دوم می توانید کالاهای با کیفیت بهتر و با قیمت کمتر را خریداری کنید. زمانی که میزان خرید اجناس از سمساری ها افزایش پیدا کند، ناخودآگاه روی بازار فروش اجناس نو نیز تأثیر گذاشته و میزان فروش آنها پایین می آید. زمانی که میزان فروش اجناس نو کم باشد، در پایان قیمت آنها نیز کمتر خواهد شد. به همین خاطر خرید از سمساری ها می تواند تا حد زیاد قیمت اجناس نو را نیز کاهش دهد. درست است، همه وقتی می خواهند به سرعت لوازم منزل و یا حتی اداره خود را تغییر دهند به سمساری مراجعه می کنند. البته برخی آنها نیز در هنگام تغییر دکوراسیون و عوض کردن آنچه که می خواهند در منزل به سمساری مراجعه می کنند، یک سمسار می تواند به منزل شما بیاید و بر روی اجناس شما قیمت بگذارد تا شما در صورت تمایل آنها را بفروشید. بنابراین سمساری ها علاوه بر فروش به خرید لوازم منزل نیز می پردازند. اگر می خواهید این کار را انجام دهید، ابتدا درباره سمساری مورد نظر تحقیق کنید تا بتوانید به بهترین قیمت جنس خود را به فروش برسانید. قطعا یک سمسار پایین ترین قیمت را به شما خواهد داد. شما باید طبق یک روال منطقی پیش بروید تا هر دو سر معاملگران سود ببرند. بهترین موردی که برای فروش کالاهای دست دوم خود به سمساری ها این است که سمساری ها با پول نقد کار میکنند. سلام بر شما، وقتتون بخیر، خود معرفی داشته باشید. قربان شما زنده باشیم. رامین محمدیم، لالای گلم به خدمت شما. تشکر آقای محمدی، صحبت داشته باشین که در سیمساریتان چه چیزایی دارین بیشتر؟ ما دیگه یخچال، کولر، قلین، از این الینا داریم، لالا جیگر، ظرف، کاسه، میده چیزا داریم. هر چی که دست دو هست شما دارین؟ جانا. نو هم داریم یعنی؟ نه لالا، دست دو هست، سیمساری لوازم دست دو بیشتر داریم. بله. این روزا دیگه روزای پر رونق کار شماست. فصل گرمی هم یخچال و کولر اینا لالا. باز نالین و یعنی دیگه چیزایی که پوشاکی است طرف ایدا اینا سبدو میشه بیشتر حالا دیگه. بله، مردم برای چی میخرن اونا؟ برای دمید اینا، استفاده از اینا بیشتر. یخچال گاز فصل گرمی کولر یخچال اینا وقت اینا باز دامادا و دوارسا هم دست دو ها دیگه. باز اقتصاد اینا که ضعیف‌تر باشه دست دو میگیرن. باز عروسا جنجال نمیکنن؟ نه لالا، عروسا هم ولی میفهمه که اقتصاد مردم خراب لالا، خیلی سختگیری نمیکنه. مقدار درک میکنن وضعیت من جانا، میفهم شرایط کاروبار نیه، کسی بی نیه، کم هیچ کاروبار به ساعت کشور موش مو فعلا نیه زیاد لالا جیگا. بله. کمتره. از این هم صحبت بکنین که اینمی کاروبار سمساری چقدر به مهارت نیاز داره؟ نگه تجربه باید آدم داشته باشه، نه به کسب و کار وارد باشیم، به حساب همی جنس بفهمین که کدو جنس ارزش چقدره چقدر نیه.
دیگه تجربه ما یک چند سال ما 18 ساله. 10 سال شما چند سال تجربه دارید؟ ما حالا به می کار کلون شده. کسب و کار مونه. هر روزی که شما به کار شروع کردین دمی کار. نمی کار مونه بله. همه چیز را به طور دقیق قیمتشان نمیفهمم. بله بله. که از اون خونه که اصلا میره میخرین قیمت در میفهمین که بفروشین ما دیگه باز. اما یک چیزی فایده بروی میوه که میفروشین. یگان وقت شده رفتین جنبست از خانه وسایلشان خریدین بعدن ضرر کرده باشین؟ دیگه بعضی وقتا چرا نه. جنس ما به پیش خود خورجور حساب کردیم بیاوردیم اینجا مشکل داشته. دیگه یعنی تاون از ما از این حساب شده که جنس خراب بیرون شده. باز اون زمان رفته با صاحب خانه نگفتین که پس بگیرین؟ نه ما از این کاسبا جنجالی نیم که خریدیم آوردیم دیگه مربوط به خود ما میشه کار رقم باشه. بعض دوستا چرا نه بخیر پس شو آدم خونه بره که خرابه یا نه. ما نه دیگه ما توکل به خدای کار میکنه. اگه ضررم کردین مشکل نه. نه دیگه کسب و کار مونه نه خب کار مونه دیگه ما مگر بفهمه. که زلار میکنه یا نمیکنه او چون صدقه که زلار کنه یا نه. معمولا از خانه که میخرین حالا جنبست که میخرین چقدر برایشان فایده میخورین؟ ایتن لالا بستگی به بار خونه داره. بعضی بار خونه 2.5 لاخ قیمتنه، بعضی بار خونه 50,000 یک لاخ، هر بار 10,000 5,000 میمونه 20,000 میمونه. هزار بار خونه که زیاد باشه 20,000 میمونه، کم باشه 4,000 5,000 2,000 میتی چیزی به ما مفاد میکنه. باز خود شما که میارین اونا رو خود تکی تکی میفروشن؟ تکی تکی نه، اونا رو ما کل جمع میخریم با تکی تکی به دکون میفروشیم. تکی تکی حتما قیمتشون بالاتر میافته دیگه. دیگه مو تفیسیدی یک چیزی بروی میوایم، مو چیزی که ما مسئول میخریم به 10,000 10,500 سودا میکنیم، 11,000 سودا میکنیم، به 1,000 افغانی امور ما پیش حساب کنیم 100 200 فایده میکنه. باز کاروبار سمساری نسبت با سالای قبل این سالا خوب است یا اون سالای اولی که شما کار شروع کردید؟ دیگه حال اگه بیتره بیتری و بزی نیه. بزی از که فلان مردم مهاجرت میکنه رو به کشورا و ایران پاکستان یا ترکیه بر که میره به جنس خونه خور میفروشه. با واسطه از اینکه فلان به کشور ما شما کار و بار و غریبی کم الالا با واسطه از این گسترش از این کار حال زیادتر شده. سالا قبل بود کار و بار ما مردم موثر بود به کشور کار غریبی میکرد روزگار میچلید. حالا اگه مردم از مجبوری میره لالا بارین هم زیاد شده دیگه. فعلا کار و بار و معامله و غریبی به کشور مایش ما کمتره، میرم به کشورهای دیگه مهاجرت میکنن براد یک گلی نونه. نه با واسه از یال اضافه شده بار خونه. بله سمسارا کستن به فکر رفتن نه دیگه. حالا خب مکم جای خود مکم کردن چطور؟ دیگه چی بگیم لالا بعضی که کار رو کسب نه دیگه مثل ما مجبوریم اگه باشه نباشه می کسبمونه صبر تو غاتر داشته باشه. میت سیمسری به امسال کو زیاد شده تمام شهر مو شما مال سیمسری 50% سیمسری شده بر جاده سعی کنیم اس به واسه که جنس زیاد بود تعاملات بود مردم میرفت بیرون از کشور. بله در یک سیمسری در اول که میخواد شروع بکنه چه خسر مایه لازم؟ یک دلگ افغانی مایه حداقلش حداقل که کار کنه. میت سیمسری هم از که به دلگ افغانی کار میکنه یک دکان خرد باشه اگه بخوای کارو بار کنه دلگ افغانی به کاره. بله اگر بخوای که کارش به درستی بله. پیش بره. بله بله دلگ افغانی به کار داره. بله حالا در سمساری جنبست هرچی که بود میگیرن یا چیزای استثناء دارن یا نه؟ نه 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 ما که از کامل لوازم خونه میگیریم هرچی که باشه مشکل نداره. ظرف و ظروف نلین بالش غلین مرب تخت خواب ال سی دی یخچال کولر هرچی که باشه کامل لوازم خونه می تکسر جمعه کامل برمیداریم. بیشتر حال خود چند نفر یک جای شده یک سمساری را مندازن؟ 4-5 نفر 3 نفر 2 نفر یک جا کار میکنن که بتونن کار کرده. احتمالا کاروار سمساری بگفته خود شما این سالا رونق بیشتر گرفته باز بیشتر در کدام روزا بیشتر سمساری رونق میگره کارش؟ بیرات فرق نمیکنه می دکونو که هست میتم هر روز روار کار نو ادامه داره ایتنه که روز مخصوص داشته باشه یک روز برابر نداره همه روزه هست. فصل هم نداره؟ فصل نداره نه این کار دو این وقت هست. فصل جنس داره مثلا به گرمی که یخچال و کولر زیادتر استفاده میشه به زمستون بخری قیب یک فصل داره که بار جمع شه. نالین و بالشت و اینا جانا اینا کدام فصل هست؟ اینا میته بمی 12 ماه سال ماه شما خوب فروش داره بعضی وقت زیاد بعضی وقت کمتر اما دم اید به حساب ماه شما اید که میشه زیادتره قلین و نالین و این چیزا مبل و تخت خواب فروش بیشتره. اونا دیگه نو میکنه آه دیگه تغییرات تبدیل میارم یا بید قربانی در روزه اینو استفاده میکنم تغییر تبدیل میارم به فصل نوروز اینا.
با پایان برنامه چارسوخ این هفته رسیدیم. امیدوار مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه و تانسته باشن اطلاعات مفید را از این برنامه به دست آورده باشن. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.